خب پس اینکه که چه عنوانی با چه ایدولوژی جمهوری اسلام ایران داره منافع ملیش یا قدرت ملیش افزایش میده یا امنیت ملیش اون میتونه در زمانی قبل از انقلاب در چارچوب یک ایدولوژی باستانگرایی پان ایرانیسم بود که من نظرم اصلا موفق نبود چون پان ایرانیسم پان ترکیسم و پان عربیسم پاد گفتمانش میشه مخ شما با اون نمیتونید در حوزه عراق و لبنان و مدیترانه باشید یا اصلا اساس دولت حالا دولت ملی اگر به معنای با تسامح بگیم از صفوی است خب اصلا صفوی بر اساس یک ایدولوژی شیعه تونست یک دولت یک پارچه ملی بعد از ایران باستان رو ایجاد بکنه و شیعه به منافع ملی ایران کمک کرده به وحدت سرزمینی ایران کمک کرده خفه شو خفه شو دیگه اینا دیگه سند دیگه خفه شو من اولا شاشیدم به شیعه این از اول از همه خیالت راحت کنم اما چطور نکته ایشو میگه ببین ما میخوایم اینجا بحث بس علمی باشه اتفاقا الا آن انقدر بی سواده میگه که سیستم حکومت محمد رضا شاه بر اساس بود نه نه شما همون بحث مشروطه و قانون اساسی مشروطه رو که نگاه کنی متاسفانه یک نوع ولایت فقی اونجا بود توی متمم دوم قانون اساسی که ملزم میکنه که قوانین کشور مطابقت داشته باشه با احکام شیعه جعفری و حتی تو بند اول میگه شاه باید شاه شیعه جعفری باشه اینا از این بحثا پان اینا نیست یه چیزی شنیدی چون بنده از اعضای بالاخره پانیانیست بودم پانیانیس شما یه چیزی شنیدی و نمیدونی داستان چیه پانیانیس یک حزبی بود در زمان شاه که اتفاقا آنچنان باب میل شاه هم نبود مقذوب شاه هم بود از یه بابتایی به خاطر اتفاقات جدایی بحرین تنها حزبی که جرعه کرد در زمانی که آقای خمینی بیانیه میدادن سال 49 دیگه بحث در حقیقت جدایی بحرین و آقای خمینی از سال 40 به خاطر حجاب به خاطر رأی حق زنان شروع کرده بودن بیانیه دادن که این شاه خائن میگوید جماعت نسوان لاکن باید میان رأی بدن کجای اسلام اومده جماعت نسوان رأی بدن اینا رو حرام لقمه خمینی میگفت بیانیه میداد نه سال از بیانیه بازی های خمینی گذشت و انقدر بی بود بر سر بحرین خمینی آقای خامنه ای که اون موقع بالاخره نوچه های خمینی بودن تمام شما مذهبی های شیعه هویج انقدر بی غیرت بودید بر سر جدایی بحرین نه از منظر منافع ملی و ایران و فلان و اینا از منظر شیعیان بحرین جرأت نکردید صداتون در بیاد علی شاه درسته تنها جریانی که صداش در اومد علی شاه تو اون قضیه که البته شاه هم بهتون بگم بحرینو و اگر چیز کس سه تا جزیره تومه کوچک و بو بوموسا و ابو کوچک و بزرگ و بوموسا رو نجات داد که همون هم شما مذهبیون خائن در قالب جریان جبهه ملی در روزنامه باختر امروز اون مرتی که فهاش حسین فاطمی من اینجا عکسشو دارم که برگشتید گفتید این جزیره سگانه از آن امارات و شاه داره خیانت میکنه اون موقع حالا الان بر بر بعضیشون رگ گردن بحرینو و میکنن جالبه تنها جریانی که بلند شد و گفتش که بحرین نباید جدا بشه در مجلس ملی کشور فقط حزب پانیونیست بود و چهار از ازاش محسن پزشک بود دکتر عاملی که بعد اعدام شد در سال 57 و, و جناب هوشنگ تاله که الان هم زندن و در کنار در خیابون خردمند جنوبی دفتر مهرگان رو دارن همچنان زندن سنشون خیلی بالاست ایشون بعدا که دعواشون شد با جریان پانیونیست پانیونیست دو شاخه شد شاخه آقای هوشنگ تاله و اینا که در حقیقت مصدقی بودن و جریان آقای در حقیقت پزشکور و اینا پس چهار تا بلند شدن که از این چهار تا یکی آقای پزشکور بود یکی آقای هوشنگ تاله بود یکی آقای دکتر عاملی بود یکی دیگه هم بود که اسمش یادم نمیاد برای همین حزب پانیایس باب میلی همچی شاه هم نبود چون ریشه حزب پانیایس هم خیلی از اعضاش از جریان سومکا اومده بودن سومکا هم که دکتر بزرگ ایران دکتر در حقیقت منشیزاده زاده داوود منشی زاده که در 45 سال گذشته یک نفر تونسته بره سر آرامگاه ایشون که اونم من بودم مستندش رو تو همین یوتیوب ساختم چون داستان داوود منشی زاده هم که میدونی داستان ها داره انگلیس به شاه فشار آوردیم بدبخت تبعید کردن اینا چون ریشه از اینجا بودن شام چیز نبود اصلا شاه همش دست شما اسلامی ها رو باز میکرد اینم خواستم بگم ولی در همون زمان شما جریان اسلامی خواه اینا همش ببینید یه, یه دروغی که علیه شاه میگن این بخش ببینید بچه همه چی رو نصفه براتون تعریف میکنه یکی از چیزهایی که نصفه تعریف میکنن آقا شاه بحرین را شوهر داد این سوال یا غلطه این نصف حقیقته نصف حقیقت دیگرش اینه که به ازایش پوم به کوچک و بزرگ و جزیره بوموسا را نجات داد از آن ایران کرد این هم بقیه داستان این بقیه داستان نمیگن فقط میگن بحرین را شوهر داد یه داستان دیگه هم هست که کلا نمیگن نقش شما مذهبیون شیعه حویج در دوران شاهردانن دادن چی بوده یک و دوما موضع شما بچه مذهبی های تشیع برای با در حقیقت تصویب حاکمیت ملی ایران بر جزیره تنب کوچک و بزرگ و بوموسا چی بوده؟ اینم سوال دومه که در مورد این دومی فکر میکنم سندش همینجا داشته باشم الان بزنم تو دهنتون که پرگری نکنید شما بخش قابل توجهی از شما جریان مذهبی در قباله در قباله من اینجا باید سندش رو داشته باشم اجازه بدیدن سند رو دارم 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 همینجا باید باشه سند 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 بله سندش هم دارم بهت میگم در دارم در روزنامه باختر امروز موضع شما این دو تا بحث پس موضع شما در, در حقیقت شوهر دادن بحرین موضع خمینی چی بوده و موضع شما مذهبیون تشیع برای اینکه محمد رضا شاه تونست حاکمیت ملی رو بر تنبه کوچک و بزرگ و بو موسی کنه چی بوده من میخوام بگم این بیشرف ها که الان مثلا میخوان رو مخ این بچه های مثلا سلطنت طلب و اینا برن برمیگرن شاه مثلا بحرین و شوهر داد شما اون بخشی که شوهر نداد و تونست بگیره تنبه کوچک و بزرگ و بو بخش قابل توجهی از شما خائنین مصدقی از شما خائنین اسلامگرا نظرتون در مورد جزایر سگانه این بوده این که روزنامه باختر امروز اطلاعیه مطبوعاتی باختر امروز من اینجا درشتش کردم میگه سازمان های جبهه ملی ایران در خاورمیانه با شدت با شدت سیاست ارتجای شاه را در همه زمینه ها و همچنین در مسئله سه جزیره بوموسا تنب بزرگ تنب به کوچک رد میکنند و با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است روزنامه باختر امروز اطلاعیه مطبوعاتیه یعنی حتی از این فراتره اطلاعیه دادن موزگیری گرد جپه ملی یا آقا این یه ما باش مخالفیم که شاه بهش تسلط داشته باشه نمیگه ایران حالا همین هروم لغما همین سنازادا میشه میگن شاه بحرین را شوهر داد چند شما کسی بید. خیلی کسی ایرانی نداره ولی ما درنتون اینجا سرویس میکنیم